Bismillahir Rahmanir Rahim. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Sadaqallahu al-azim. Bininda va shavandeye barnoma Islom aqrona az shabakaye jahoniye Radyabi Khurshid. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Jume shoma va khair bosh. Umidvor astam khosh boshin taat ibodat hamay mo shoma qabul dargah Hazrat Haq va umidvor astam روزهای روزه ماه مبارک رمضان با خوشی و با طاعت و عبادت سپری شود. خب باز هم مبدل بشیر سیرت با تقدیم برنامه بگونی زنده مستقیم در خدمت شما تا یک ساعت قرار داره. متمنا می‌بینم شما هم با ما باشین و از داشته‌های برنامه استفاده کنید. آقای دکتر مفتی محمد ولی حنیف استاد دانشگاه هستن با ما و در استودیو. حضورتان بخیر باشه و خیلی خوش آمدید. تشکر، سلامت باشید. شما با سلامت. تشکر. دوست عزیز، شما را تماس برنامه ما تا نیم ساعت اول شما میتونین که تماس بگیرین و سوالتان را مطرح کنین و انتظار پاسخ دار است تلویزیون و یا هم رادیو داشته باشین. 020-220-1093 و یا صفحه فیسبوک ما اسلام فاصله و فاصله قرآن در خدمت شما هست. سوالی اگر دارین ارسال کنین میپرسم و شما را تماس واتساپ ما همچنان 0782-22-47-10. معذرت و پوزش از دوستایی که سوال ارسال کردن، اما بنابر مصروفیت های بیش از حد سوالات تا حدودی یادداشت نشد. فقط چند سوالی که در ذهنم هست از پرسش های دوستا از جناب استاد مطرح میکنیم. جناب استاد، برادری تماس گرفته بودن از کانادا، گفتن در امی روز آمد قصد سفر به کشور دارم، به افغانستان میام. 18 ساعت از افغانستان، از کانادا تا افغانستان در طیاره راه هست. اوقات سحر و افطار کاملا مشخص نیست و ما در فضا هستیم. روزه را چی کنیم؟ چگونه بگیریم؟ آیا بگیریم نگیریم؟ چگونه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، در قرآن کریم سپاره دوم آیت 184 سوره بقره، ایام معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعده من ایام اخر. حکم صریح قرآن است وقتی که یک مسلمان در سفر می باشه، شریعت جواز داده، جواز افطاره که بخور، روزه را بخورن و وقتی که به حساب روزه تکمیل شد بعد از این باز قضای شب برن. اما در صورتی که اگر افطاری و سحریش ایامش شروع و ابتدا و انتهایش معلوم است، اگر روزه بگیرن بهتر است. اما در این صورت که 18 ساعتی مسلسل سفر است، باز جواز داره که روزه را بخوره. روزه را بخوره. اگر بگیرن، فرض کنیم گرفتن، تحت کدام شرایط؟ اگر بگیرن، ببینن به حساب مسئله طلوع و غروب، وقتی که در کانادا هستن، خامو طلوع و غروب از اونها مدار اعتبار است. وقتی که در کابل اینجا میان، باز طلوع و غروب از اینجا. یا که در فضا هستن؟ در فضا هم ببینن، اسم معتم و صیام الى اللیل. وقتی که در کابل میرسن، ببینن شب و روز کانادا و کابل خو فرق میکنه. فرق میکنه. وقتی که در کابل میان، باز توان و قدرت اگر داشته باشن، باید تا غروب افق شهر کابل به حساب روزه را تکمیل بکنن. وقتی که اگر توان نداشته باشن، بهتر است که روزه را بخورن. سلامت. سمیرا خواهر روی خط تلفن هست. بله بفرما خواهر. بفرمایید، تماس شما وصل شده با ما. بفرمایید. بله، سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت. سوال داشتم، میگن که یک روزه کم است. از یک فامیل ما به اعتکاف میشینن، میگه از تاریخ 19 بشینیم یا از تاریخ 20. خواه، میخواین به اعتکاف بشینین. سوال شما این است که ممکن یک روز روزه کم هست، شاید 29 روز باشه، کدام روز به اعتکاف بشینن؟ سلامت. جناب استاد پاسخ دارن گرفتن؟ سوالتان پاسخ میگن. بفرمایید جناب استاد. ببین، در برنامه بعدی انشاءالله جمعه بعدی در رابطه به اعتکاف به شکل تفصیلی بحث میکنیم. روزه کم نیست. ببین، رویت هلاله که حکومت سعودی دیگه کشورهای اسلامی دیدن، هم روز پنجشنبه اول روزه بودن، پنجشنبه روز اولی روزه به حساب، و اعتکاف هم روز بیستم روزه که تکمیل شد، وقتی که اذان شام داده میشه، دمی وقت اعتکاف شروع میشه. یعنی روز قبل از اذان شام، یا وقتی که همی غروب شمس، غروب شمس شام داخل شد به حساب، از همی وقت شروع میشه تا شب عیده که ما 29 یا 30 بس. یک پروا نداره که 9 روز میشه یا 10 روز میشه. خب سلامت. جمعه بعدی انشاءالله روی اعتکاف به طور علمی و مفصل صحبت میشه. دوستایی که در این راستا سوال دارن میتونن که ارسال کنن برای ما تا سوالاتشون در بخش مربوطه بپرسیم. جناب استاد، خانمی عادت ماهوارش 7 روز هست.
یادت های قبلیش همین قسم است، اما به یک بارگی بعد از 7 روز این خوب میشه، اما باز هم رنگی را تماشا میکنه در روز 8 یا 9. امی روز 8 استحاضه بگیره، یعنی به این معنی که روزه بگیره، در هر نماز وضو کنه، یا این هم در جمله عادت ماهوار هست و روزه نگیره؟ پیش از یک پاسخ بگید تماس بگیریم. بله بفرمایید. بله سلام علیکم، خوب سلام خواهر، سلامت بفرمایید. در خدمت. می باشه، من یک چند سوال داشتم. یکی امی صلوات تسبیح می گفتم، امی صلوات تسبیح آیا چند رکات خوانده میشه؟ صلوات تسبیح چی خوانده میشه؟ خواه صلوات تسبیح یکی امی نماز تهجد که میگه نماز تهجد امی 4 رکات خوانده میشه یا 2 رکات؟ خواه سلامت گرفت یا داشت امی یکی روز جمعه امی لباسشتن گناه داره؟ نه بابا هیچ گناه نداره، خدا از کار میکشه اینا بانه روز جمعه رو میکنه. سلامت و خیر باشین. جناب استاد سوالتان را گرفتن، صلوات تسبیح جناب استاد. در رابطه با سوال قبلی ببینن در شریعت معقل مدت حیض 3 روز تعیین کرده، اکثرش 10 روز، ولیکن بعض خواهرها که معادت مخصوص داشته این باشه 5 روز 7 روز، اما عادت خودش مدار اعتبار است. اگر در یک ماه به حساب هم یک روز اضافه شد، شاید امکان داره که معادتش تغییر بخورن. یک روز منتظر باشن. اگر به حساب اضافه شده 8 روز شد، و 8 روزشون به حساب چه از معادت عادت بگیرن. خود 10 روز اضافه نشه. اگر از 10 روز اضافه شد، باز 10 روزش حیض حساب میکنن. از 10 روز اضافه تر حکم استحاضه را داره که یک بار غسل کرد، روزه خودم بگیره، برای هر وقت نماز وضو بسازد. در رابطه با صلات تسبیح، صلات تسبیح فضایلش در احادیث ذکر است، به حساب فضیلت زیاد داره، سبب مغفرت گناه های انسان میشه. 4 رکعت نماز میخوری، نفل پر خوانده میشه سوره فاتحه را با 1 سوره را، و در هر رکعت کلمه سوم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد، این در هر رکعت 75 بار خوانده میشه. طریقه عملیش در نماز کامل و تعلیم الاسلام است. و در رابطه نماز تهجد از عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت است در صحیح البخاری که پیغمبر اسلام همیشه 11 رکعت نماز می خواندند، که 3 رکعت وتر واجب و 8 رکعت تهجد. بنان نماز تهجد 8 رکعت خوانده شه بهتر است، 2 رکعتی نیت میکنن یا 4 رکعتی بیسن. نه سلامت باشین. و در مورد لباس شویی در روز جمعه خواهر نظافت جز ایمان است، جز ایمان است، به حساب همیشه باید در پاکی و نظافت لباس و خانه و چیزا توجه داشته باشین. این وقتشه که در روز جمعه نارواست، این اشکال شرعی نداره، به حساب حکم شریعت است که باید نظافت تان در نظر بگیریم. وجودتان سلامت. حسینه روی خط تلفن هست. بله بفرما خواهر. بله سلام، خوب هستی؟ علیکم سلام. سوال داشتم، من مادر متکاف میشنه تا شرک گفت میزن در یولی هم بزاین امی نماز تراویر هم یک دفنیت بره خانم وقت میخوانم بوده چخم مخانم. خواهر سلامت، قبل عجله گفتی خواهر که حالا من درست گرفتر اتان استم. اعتکاف، مسئله اعتکاف، شخصی که اعتکاف میکنه باز انشاءالله در جمعه بعدی طور تفصیلی احکام، شرایط و آداب سوالات مربوط به اعتکاف باشه بر هفته بعد. وقتی شخصی که معتکف می باشه، گپای شرعی باشه، گپایی که خلاف شریعت نباشه، هیچ اشکال نداره، باید سخن بزنه. این به اشاره گپ زدن این کراهیت داره به حساب. اما در مسئله نیت نماز تراویح و عادی نماز که میخوانین، نیت کردم ادا سازم 2 رکعت یا 4 رکعت نماز تراویح، حاضر از وقت، حاصل لله تعالی، الله اکبر، نیت مخصوص ندارم، و نیت هم نیت قلبی مداره. نیت قلبی مداره اعتبار است. سلامت باشین، تشکر. بیننده و شنونده برنامه اسلام قرآن به گونه زنده مستقیم از شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید هستید. سوالی اگر دارین تماس بگیرین با برنامه و سوالتان رو مطرح کنین. صفحه فیسبوک ما در خدمت شما هست، اسلام فاصله و فاصله قرآن، با بیشتر از 33,000 لایک. فرد استاد روزه میگیره اما نماز نمیخونه، از این گونه افراد ما بسیار زیاد داره میبینیم در اجتماع خود، یعنی روزه هست اما سری به سجده نمیذاره. بفرمایید. ببینین مضمون نماز مضمون مستقل است و روزه مضمون مستقل است. در روزه اونا کامیاب اما در نماز ناکام میمانند، ولیکن آیت قرآن که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اگه او روزه، اگه او انسان روزه واقعی بگیرن، روزه خاص بگیرن که تمام حواسش روزه باشن، حتما روزه سرش تاثیر میگذاره که باید نماز بخونن.
بنان یکی شدن روزه است یکی قبول شدن روزه ما روزه ای بگیریم که قبول درگاه خدا شد اما فرایض واجبات سنت روزه تو را امر میکنه که باید نماز بخونن بنان ذمه روزیش فارغ میشه یعنی روزیش هم فرضیت ساقط میشه اما برکات و فیوزات نصیبش نمیشه و در مضمون نماز ناکام سلامت تماس میگیریم عبدالله برادر خط تلفن هست بله بفرما عبدالله جان آه بیانه جو بخیر آه سلامت بخیر باشین بفرمایین عبدالله بیادر ما سوال داشتیم از امین که نماز نسل در امین بعد از نماز صبح جواز نداره به خاطر که در این داره و بعد از نماز شام بعد از نماز حاصل جواز نداره به خود دو دلیل نوک دلیل داره بعد از نماز شام جواز نداره دلیل چی هست بعد از نماز شام جواز داره اشکال شرعی نداره بفرمایید جناب استاد نماز شام تنها پیش از اینکه نماز شام خوانده شه همی پیش از اینکه نماز فرض خوانده شه یک دو رکعت نماز در بعض مذاهب اسلامی به حساب پیغمبر اسلام میگه بین اذان و اقامت باید شما نماز نفل بخونید باز در اونجا فقه حنفی میگن که باید از خاطر که نماز شام وقتش کم است باید نفل خوانده نشه دیگه مذاهب فقه شافعی مالکی به این عمل میکنن اما بعد از نماز شام صلات اوابین داریم در بعضی روایت آمدن به حساب فضایل دارن 12 رکعت نماز نفل خواندن فضایل زیاد داره بنان دلیلی نیست که باید نخوانین خوانده شه فضیلت داره یک مورد جناب استاد که در مورد نماز تهجد میپرسن و در مورد نماز اوابین همچنان اگر مثلا فکس به اصطلاح میانیش بگیم 8 رکعت نشد یا نماز اوابین 12 رکعت نشد فقط یک انسان مسلمان از خواب بیدار شد 4 رکعت نماز تهجد خوان یا 2 رکعت خوان یا 6 رکعت خوان اما 8 پوره نشد یا در نماز اوابین آیا در جمله امو نماز حساب میشانی ببینید در مسائل فضایل که است پیغمبر اسلام ما حد اقل و حد اکثرش تعیین کردن همه این عمل اعمال و بنیات الامور و بمقاصدها خدا باها نمیخواد با نمیخواد به بسیار عمل اندک که مخلصانه باشه با اخلاص باشه با صداقت کامل باشه دو رکعت نماز صحیح بخونین با خشوع و خضوع بخونین سبب مغفرت گناه های انسان میشن ولیکن بهتر است که با امت سنت پیغمبر اسلام صلات اوابین 6 رکعت 4 رکعت نیت میکنین باز دو رکعت نماز تهجد که پیغمبر گرامی اسلام عادت ما نماز توابین چند رکعت نماز 6 رکعت بعد از نماز شام و دیگر نماز تهجد با مزرعت می کمی وازی شد دو رکعت 4 رکعت یک بارگی نیت شد بله بعد دو رکعت جدا و نماز تهجد پیغمبر اسلام 8 رکعت می خواند اگر کمتر خوانده شود پروا نداره ولیکن بهتر است که بهتر شمی سلامت باشین تشکر همکارای بخش صدا تماس بگیرین از دوستان سوالی اگر دارن در نیم ساعت اول تماس ها را بگیرین سوال خود را مطرح کنن دوستا و بعدش جواب خود را بشنون از تلویزیون و یا هم رادیو گرفتن پول قاری سیبا در ماه مبارک رمضان بعد از یک ختم تراویح را تمام میکنن قرآن کریم تمام میشه آیا این از منظر شرعی اشکالی داره یا نداره قسمان ایراد های وجود داره دیگه است ببین مطابق فقه حنفی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نظرش است که خود تلاوت قرآن کریم، نماز، امامت، عبادت است. در مقابل عبادت اجره گرفتن ناجایز است. از خاطر که انما الاعمال بالنیات، صحت اعمال، دارمدار اعمال بنیت است. وقتی که به قاری صاحب نیتش تجارت باشه، نیتش پول باشه، به او ثواب داده نشه. ثواب دیگرا مستفید نمیشه. بنان اجره گرفتن در مقابل تلاوت قرآن کریم، و در مقابل امامت جواز نداره اما اگر مردم مقتدی ها دیگه مسلمان ها اما قاری صاحب قرآن به خاطر لله فی الله به خاطر رضای خدا ختم کردن اما فقیر است مسکین است مستحق هستن اگر کدام صدقات خدا با حساب با نیت صدقه به او میده برش داده میشه نیت نه به نیت اجره جواز داره هیچ اشکال نداره هل جزا و الاحسانی بنیت توفه اگر داداش اجرام صد در صورتی که مستحق باشه اشکال نداره اما بنیت عبادت بنیت اجری تلاوتش این باز اشکال داره نادرست هست تماس میگیریم بله بفرمایید بله سلام علیکم علیکم سلام و رحمت الله بفرما برادر مشنه صدا میه بله بله خوب صدا سیمیه بفرمایید
یک دو سوال داشتم. یک سوال داشتم که می طفل دو ماه دارم شیرخور است، همی چطوری میشم؟ خب چیش چطور میشه؟ علی جان میگم روزه میگیره، مادرش روزه میگیره، به او خاطر طفلت گشته میمان است، به او خاطر زنگ زنگ. خواه درست سال دومتان؟ تماستان شد قطع. جناب استاد، طفل دمای شیرخوار دارن و طبعا شیر مادر هم کم هست، شاید چاره و پرده طفل نشه. از نقطه نظر شریعت اسلام دین صحت است، دین رحمت است، توجه به صحت انسان خیلی زیاد دارن. از مقاصد پنجگانه شریعت که حفظ نفس است و علما فقهای اسلام اما معاذیری را که برای روزدارات جواز افطار دادن از او زن شیرده است. در صورت کمی شیرش باعث کمی روزه گرفتن باعث کمی شیر مادر شه، جواز داره روزه را بخورن. باز وقتی که طفل خود از شیر جدا کرد روزه را قضایی شه. تشکر. در مورد استفاده کردن از لبچرب و یا هم لبسینی که دختر خانما و خانما استفاده میکنن فتوا به چی است؟ جناب استاد پیش از این که پاسخ بگوین قندهار بریم، یک تماس از قندهار میگیریم. بله بفرمایید عبدالله برادر. عبدالله جان عوریز ماغک. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. مشتم دیگر خوب هستین؟ ما هم مشنیم. بفرمایید. سلامت باشین. امی صدای تلویزیون تحت خاموش بود. عبدالله جان بالا بسیار سر صدا است. سوال داشتیم گفتیم در حساب امی جنازه قرآن که دور میتین امی قرآن دور میتین دیگر خواست سوالتان نگرفتم. امی یا روا هست یا نیست؟ تشکر. خیر بیدین. بفرمین جناب استاد سوال قبلی اول در مورد استفاده کردن لبچرب. فقهای اسلام میگن فرمول در روزه ای از هر آن چیزی که از منفذ اصلی داخل معده و دماغ شه روزه را فاسد بسازه. مسئله از دهن و بینی از پایین به حساب داخل معده و شه بنا لبسیرین یا لبچک به حساب اونا به حساب باعث فساد روزه نمیشه اما کراهیت داره. کراهیت داره از خاطر که بعضی از حسن لبسیرین بر طبقه خیناست اونا باعث کراهیت هست. چرا دلیل استاد جان؟ ببین از خاطر که بعضی به حساب ذائقهش یا چیز در زبان به حساب تماس پیدا میکنن روزه فاسد نمیشه اما بهتر است که ترک شه. و در مورد لبچرب جناب استاد؟ او به حساب روزه فاسد نمیشه اما بهتر است که نشه. بهتر است که استفاده نشه. مسائل کراهیت داره بعضی فقها. ببین از خاطر که اگر ضرورت باشه به خاطر علاج باشه اشکال نداره. سلامت باشین. تشکر. خب و سوال برادر از دختر نظر شریعت ببینیم مسئله فدیه نماز روزه اونا در شریعت است، در قرآن و حدیث است. اما قرآن کریم قانون اساسی است، کتاب بزرگ است، کتاب مؤمن بهی ماسو. به خاطر کتاب ختم و خیرات اهلی اسقاط نیست، به حرمتی قرآن است که ما شما در دوره اسقاط ولد به حساب دور میدیم. اجده هیچ نصوص شریعت در قرآن و سنت نامده. امام ابو حنیفه کار نکرد بنانی به حرمتی قرآن است. ولیک قرآن تعویز بگردانیم ولیکن به قرآن ایمان نداشته باشین عمل نبکنین قرآن به ضدتان شهیدی میده. حیله اسقاط فقهای احناف که نمشته کرده از خود شرایط داره که در کتب فقه اسلامی او شرایط فعلا به حساب مراعات نمیشه. بنانی عمل که بعض مردم در دهات میکنن خلاف شریعت است، باید اجتناب شه. وقتی که میت به حساب اگر قصدار میباشه از نماز و روزی خود باید طور پوره کامل هم فدیه شه بده به فقه. سلامت باشین. فرد نسوار یا سیگرت استفاده میکنه در جنان روزه ماه مبارک رمضان کفاره و قضا داره یا تنها قضا؟ پیش از یک پاسخ بگوین تماس حبیب برادر رو میگیریم. بله بفرمایید جان. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرما. جور باشی زنده باشی. سلام خواست تقدیم کنم با استاد ایرانی. تو یک سوالی داشتم که یک جوان باید که کتاب روزه بگه که روزهش مثلا قبولی شوه. بسیار جوانو را میبینی روزه میگیرن اما قدیسی ها کارا پریز نمی کنن اون دیگه آج زشت میکنن اما آج زشت میکنن خوب هر یک گوشتگی و تشنگی خوب پرهیز میکنن خوب یک گوشتگی و تشنگی خوب نمیشه که روزه انسان
تشکر. از ایران تماس گرفتی فکر میکنم. تماس از ایران هست. تشکر برادر. سلامت باش. استاد سوال پیش از اینکه این سوال پاسخ بگویید، نمی لحظه من بیادم آمد یک مادر تماس گرفته بودن، گفتن خود این مادر شخص بسیار با دیانت هست، با تقوا، پرهیزگار، و شوهرشان کمی مخالف با خانمش، یعنی در تضاد با شریعت و یک کمکی خشن و کمکی به اصطلاح آدمی که علیه خانم خود خشونت میکنه. بعضا این شوهر که با خانمش رابطش خراب میشه به خاطر اینکه به اصطلاح یامیانیش بگوییم امی خانمشه زور بده، قرآن کریم در زمین میزنه یا قرآن کریم در زیر پای میکنه یا مقدسات دو دشنام میته. این خانم سوال شرمی هست که آیا ما هم با انجام این کار شوهر گناهگار میشیم یا نمیشیم؟ سوال قبلی ببینین، در استفاده کردن از سیگریت و نسوار به حساب باعث فساد روزه میشه، یک قضایی لازم میشه اما کفاره نی، یک روزه در سوال قبلی برادر که سوال کرد، ببینید پیغمبر نازنین اسلام میفرماید من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس لله حاجت فی ان یدع طعامه و شرابه. و کسی که روزه میگیره تنها خوراک و نوشیدن نمیکنن اما ما گپ دروغ، غیبت و نماز نمیخوانن، خلاف شریعت کارای ناروا را انجام میدن، او دیگه روزیش یک زمیش فارغ میشه اما از فیوزات و برکات روزه، این روزه که شفاعتش بکنه نصیبش نمیشه. از خاطر که علمای تصوف میگه روزه به سه قسم است، یک روزه عوام، یک خاص، یک خاص الخاص. روزه عوام که از خوردن و نوشیدن اجتناب میکنه، روزه خاصی است که از خوردن و نوشیدن و همچنان تمام حواست روزه میگیره، از کارهای خلاف شریعت به حساب اجتناب میکنی، این روزه باز مفید تمام میشه و سبب تقوا و سبب شفاعتتان میشه. روزه خاص الخاص روزه اولیای کرام، انبیاء کرام است که یک لحظه از خدا غافل نمی باشند. و در رابطه با سوال خواهر ببینن، و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، تعظیم شعائر الله از مقدسات دین به حساب فرض است، واجب است برای هر فرد مسلمان. اهانت به حرمتی قرآن، پیغمبر، خدا و حساب، این کفر مطلق است. اگر قصدن این کار کس بکنه خود در کفرش هیچ شک نیست. اما اگر روی اشتباه، جهالت، نادانی سخت مرتکب گناه کبیره میشه، باید فوراً توبه و استغفار بکنه، داینده این کار نکنه. و این خانم چرا به شیر اختیار کنه؟ ببینید نظام خانواده باید به اساس مشوره و احترام متقابل باشه. زن و شوهر به حساب در بسیار مسائل خرد و ریزه باید عفو گذشت داشته باشه. و الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس، عفو گذشت. باز ماه رمضان ماه صبر است، ماه گذشت است، ماه مواسات است. و اگر شوهرش نادان و جاهل شد، همی خواهر باید به حساب صبر عفو بکنن. ای که با قرآن به حرمت میکنه گناهگار شدن و شوهرش هم از ای که سبب واقع شده مسبب مباشر هم گناه داره که می خواهری کار بده کرده. خواهر یعنی ملامت نیست، این کار عمل خو انجام داده، عاقل از بالا. این کار ای انجام نداده، فقط شوهر انجام داده. شوهر سخت گناهگار شدن، سخت گناهگار. یه تازی رنج میبره که چرا این سبب واقع شده. اینا هم داینده این کار نکنن، عفو گذشت با شوهرش که این کار. این خانم هم باید روشی اختیار کنه که شوهر خشن نشه. خشن نشه و توبه و استغفار. شوهر خدا شرمنده و تو شده. ما توبه و استغفار از باید توبه. بانوان آخرین تماس شما میگیریم، اگر فرصت پاسخ نبود باز پاسخشان هفته بعد. صلاح الدین جان روی خط تلفن هست. بله بفرما. صلاح الدین. هلو. السلام علیکم. علیکم محترم. وجودت به سلامت. بفرما. بله. مشنی بفرمایید. فرصت ما تمام هست. بله بفرمایید. سوال ما از مفتی صاحب است که امی برنامه نمره طلایی که 30 افغانی میگیره و این جنبه شرعی داره که تشکر. برنامه که جناب استاد مثلا برنامه های خوش چانس بگوییم یا تکت لاتری رقم، امی تکت لاتری درست هست؟ از نقطه نظر شریعت قاعده فقهی است در هر چی که برد و باخت باشه قمار است. قمار در شریعت حرام است، مسلمان باید از اجتناب بکنه. سلامت باشین، تشکر. فرصت ما تمام هست. بخش توبه و شرایط توبه موضوع پس از وقفه و پس از اذان هست. امیدوار هستیم که دنبال کنیم.
خوش آمدین. ادامه اسلام و قرآن را به گونه سنت مستقیم از شبکه جهادی رادیو تلویزیون خورشید بیننده هستید. دوست عزیز، برنامه اسلامی ما را در جریان روزه ماه مبارک رمضان یا در جریان رمضان فراموش نکنین. روزای روزای چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه از ساعت 5 تا 6 برنامه رقابتی حج و همه روزه از ساعت 6:30 تا ساعت 7:30 برنامه شهر رمضان به گونه زنده و روزای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه برنامه رقابتی اقرا ساعت 5 تا 5:30 و هر صبح از ساعت 3 تا 3:30 برنامه حدیث عشق. این برنامه هایی است که خدمت شما یکی پی دیگری تقدیم میشه و نشر میشه. امیدوار هستیم که ببینین و استفاده کنین. خب باز هم در خدمت شما هستیم. جناب استاد دو کتاب بر ما تحفه آوردن. از کتاب هایشان است که نو چاپ شده، یکیش به نام فقه و عقوبات، اردوش فقه و عقوبات است، جلد اول و جلد دوم. تبریکتان باشه استاد، خداوند شما رو موفق داشته باشه. چندمی اثر از جناب استاد که چاپ میشه بخیر؟ 141 و 142 رسید. 142 ماشاءالله. جناب استاد 142 تالیفشان هست که ماشاءالله چاپ شد در سن کمی که دارن. خداوند اینا را عمر طولانی نصیب بگردانه تا کتابخانه های ما را غنی بسازن. بیشتر از این هم 140 کتاب یا 41 کتاب این دیگه توانایی میخواید و هر کتابشان که جناب استاد چاپ کردن آوردن در برنامه معرفی کردیم. این دو کتاب هم کوتاه جناب استاد در موردشان بگوین. حجمشان هم استاد ماشاءالله خوب هست. دو کتاب یعنی حدودا شاید 500 صفحه باشه استاد؟ 800 صفحه. 800 صفحه. بسیار خوب، بفرمایید در مورد محتویات این کتاب. کتاب فقه در بخش فقه و عقوبات یا حقوق جزای اسلام نوشته شده در دو جلد. بله. جلد اولش حقوق جزای عمومی اسلام و جلد دومش حقوق جزای اختصاصی اسلام. خب. و این کتاب دست به شکل تلفیقی نوشته شده که هم از دیدگاه فقه اسلامی و هم از دیدگاه کد جزای جدید افغانستان. خب. و در رابطه به حدود، قصاص، دیات، بخش تعزیرات، کتاب درسی است که در پانزه شریعت، حقوق و تعلیمات اسلامی تدریس میشه. قربانتان، قبلا در این راستا کتاب چاپ شده بود، ارزش و جایگاه کتاب شما چگونه ارزی میکنید؟ خیلی استاد اگر از خودتان هم هست میشه کم تو باز صحبت کنید. الحمدلله دیگه دانشمندان در این راستا در رابطه به حقوق جزای اسلام کتاب های زیاد نوشته کردن. بله. ولیکن ما از اختصار کار گرفتیم، ولیکن جامع مختصر از دو دیدگاه مسائل حدود قصاص و دیات و تعزیرات نوشته کردیم. از دیدگاه فقه اسلامی، مذاهب اسلامی، خصوصا فقه حنفی را ارجحیت دادیم و دیگر کد جزای جدید افغانستان که سند تقنینی جدید ماست به او رفرنس داده شده و با هر موضوع را پاورقی و رفرنس با کتاب‌های معتبر و معتمد. قربان شما. و در عقب کتاب نوشته است آثار و تالیفات استاد گنج قریب چاپ میشه. فقه عبادات، فقه احوال شخصی، فقه معاملات، فقه مقارن، فقه اولویات، فقه قضایای معاصر، مبانی علم و اصول فقه، درآمدی بر قواعد فقهی، تزکیه و احسان، روش تحقیق در علوم اسلامی. این هم انشاءالله در جریان این سال انشاءالله به حساب 11 جلد کتاب‌های درسی دیگه هم است قریب خداوند که به اکثر 50 یا بیشتر از میرسه. اما چیزی که استاد برای یعنی اما نبض جامعه را که من میبینم بیشتر نیاز هست در ارتباط به فقه هست. این فقه عبادات استاد در مجموع 6 کتاب فقهی که هست اینا استاد چقدر ارزش و اهمیت و جایگاه خود داشتن؟ جناب سیرت صاحب یک مسئله هر عالم در مسلک خود وارد میباشه. فقه الحمدلله خیلی استادا کتابا نوشته کردن، ولیکن به عوام، به محصلین که نوشته میکنیم اما اقوال مفتابهی راجع و معتمد هم. اما حرف آخره نوشته حرف میکنیم. آخره بایستا. بله بله. از خاطر که بعض علما بس لای مد دیگه همون جان گپ جان گپ بایستا. بله بله. بس خاطر که در کتاب باز با معتمد باشه، با مراجع معتبر و معتمد دینی، همو کتاب هایی که در مذاهب اسلامی معتمد است با او رفرنس داده شه و قرآن و حدیث اصل قرار داده شده باشه و او کتاب با جایگاه خاص داره. قربانتان، یک بار دیگر استاد برتان مبارک باد میگم. قلمتان اصالتر از پیش باد. خداوند عمر شما رو طولانی داشته باشه. در چندین سالی که در برنامه هستین استفاده کرده ایم و از کتاب ها و از تعلیفاتتان مچی که هر شاگردایتان در دانشگاه ها و در تمام دوستان و شهروندان و این کتابایتان مطمئنن که رمزها
مرزها را شکستانده بیرون از کشور هم جایگاه خاص خود داره. خداوند شما را موفق داشته باشه. توبه و شرایط توبه موضوع این مقطع ما هست با جناب استاد که انشاءالله تا فرصتی که در خدمت ایشان هست این موضوع را به بحث میگیریم. آیات 132 تا 136 سوره آل عمران جزء 4 انتخاب شده در راستای موضوع. جناب استاد آیات مبارکه تلاوت کنند، بعدش سوالاتی که در این راستا هست یکی پی دیگری میپرسم، شما هم با ما باشین و از داشته ها استفاده برید. بفرمایید جناب استاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. سلام. توبه و شرایط توبه موضوع بحث ما است که جناب استاد آیات مبارکه تلاوت کردن. ترجمه و تفسیر آیات مبارکه چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. آیاتی که تلاوت شد خداوند کریم در رابطه به ارزش توبه، فضایل توبه، اسباب مغفرت و مسلمانان را به دو کاتگوری تقسیم میکنم، مسلمانان متقین درجه یک و درجه دو و کسایی که شرایط توبه را و کسایی که توبه کردن مکافات و مجازاتشان در دنیا و آخرت، خصوصا مکافات و جزاهم مغفرت من عند ربهم، اونجا ذکر میکنن. در آیت اول خداوند کریم ذکر میکنن که و اطیعوا الله و الرسول لعلکم ترحمون، و فرمان برداری نمایید از خدا و رسول تا بر شما رحم شود. بناهن اسباب رحمت اینجا دو چیز ذکر میکنه: اطاعت خدا و اطاعت پیغمبر، پیروی از قرآن و سنت در تمام ابعاد زندگیتان باعث چی میشه؟ که شما باعث فلاح و رحمتتان، رحمت خدا نصیب حالتان میشه. اطاعت خدا و رسول در همه حالات باید بکنید. و سارعوا الی مغفرة من ربکم، و بدوید به سوی مغفرت، به سوی اسباب مغفرت گناه هایتان که پروردگار شما شما را ببخشه، کارها و اعمال صالحه را انجام بتین که بعدا تشریح میشه که سبب مغفرت گناه هایتان میشن و سبب دخول بهشت و جنت عرضها السماوات والارض، و اعمال صالحه را انجام بتین که سبب دخول بهشت شوه. او بهشتی که عرضیان مطابق چی است؟ به برابری آسمان و زمین، هفت آسمان و هفت زمین که یک جای شه، چقدر عرض زیاد بشه، طولش به خدا معلوم است. اعدت للمتقین، این جنت آماده شده برای پرهیزگاران. پرهیزگاران معرفی میکنن، در اینجا دو گروهی از مسلمانان را معرفی میکنن: یکی متقین درجه یک، دو متقینی که قبلا گناه کردن توبه کشیدن. متقینی که درجه یک هستن اونا کی هستن؟ غیر از اینکه مسئله تقوا دارن، صفات ذیل، چهار صفت دارن. الذین ينفقون في السراء والضراء، کسانی هستن که خرج میکنن در خوشی و سختی. چی معنا؟ انفاق فی سبیل الله، دست خیر دارن در حالتی که پول زیاد داشته می باشن یا کم داشته می باشن، در حالت خوشی و سختی در همه حالات دست سخاوت دارن، یک صفتشان. والکاظمین الغیظ، و فرو می برن خشم را، وقتی که غضب حالت آمد غضب خود کنترل می کنن. والعافین عن الناس، صفت سیومی است که عفا می نماین مردم، عفا گذشت دارن. چهارم صفت والله یحب المحسنین، و خدا دوست می دارد نیکوکاران را، این خیلی مطابق شریعت اعمال انجام می دن. و در کتگوری دوم والذین اذا فعلوا، و آنان که وقت اذا فعلوا فاحشتن، دوم گروه از مسلمان ها کسایی هستن که اگر اعمال ناشایسته را انجام می دن فورا توبه و
استغفار میکنن. والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم و آنانی که وقتی که بکنن گناه آشکار یعنی بهتان گناهای کبیره او ظلموا انفسهم یا کارهای بدی در حق خود ذکر الله پس دفتر خدا را به یاد می آورن یعنی به خدا از ترس خدا به حساب چی میکنن فاستغفروا لذنوبهم آمرزش بخواهن برای گناه های خشین از گناه های خود مغفرت میخواهن از خدا و من یغفر الذنوب الا الله و کیست که بیامرزد گناه های شما را به جز از خدا غیر از خدا دیگه ذاتی نیست و لم یصروا علی ما فعلوا و هم یعلمون و به اینجا شرایط توبه را ذکر میکنن و وقتی که همین مسلمان ها یک عمل ناشایسته خلاف شریعت انجام میتن باز اصرار نمیکنن دفتن فورا به حساب توبه و نادم بیشن و اصرار نمی نماین برکردار خیش و آنان می دانن که می کار خلاف شریعت است باید توبه شد و شرایط توبه را در نظر می گیرن خدا به حساب توبهشان را قبول می کنن اما با مو حدیث پیغمبر اسلام کلکم خطاون و خیر الخطاین التوابون وقتی که توبه کشیدن اتایب و من الذنب کما لا ذنب له در نتیجهشان خدا مکافات میده میار دو گروپه گروپ اوله و گروپ دومه که گناه کردن توبه و استغفار کردن شرایط قبولیت توبه را در نظر گرفتن جزا و مکافاتشان چی است اولای که جزا و هم مغفرت و مربهم برای آنها جزای آمرزش است از پروردگارشان چی از دخول بهشت و جنات تجری من تحت الانهار باغهای است که به زیر آنها نهرهای جاری است همیشه خالدین فیها همیشه در اون بهشت می باشند و نعم اجر العاملین و چی مزد خوبی از برای کارگران اما کسایی که متقی هستند و می شرایط صفات اخلاق متقین که بیان کرد اونها را داشتند در مقابلش خداوند کریم بهشت برین رضای خدا و دیدار خدا نصیبشان می قربان شما وقفه خوش آمدین ادامه اسلام و قرآن را با گونه زنده مستقیم از شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید بینید هستید صفحه فیسبوک با اسلام فاصله و فاصله قرآن در خدمت شما هست دوستان سوال ارسال کردن اما با معذرت که ما در این بخش سوالات ارسالی شما را نمیتاریم بپرسیم این سوالات انشاءالله هفته بعد در نیم ساعت اول برنامه چون شما میدانیم که ما در نیم ساعت دو موضوعی را که مشخص میسازیم روی یک موضوع صحبت میشه دوستا پرسیدن در مثلا در ارتباط به نماز تراویح دوستایی که به سرعت میخوانن آیا این میشه و نمیشه و بالاخره در مورد سرسایه و صدقه فطر این مسائل اینا را در کل واگذار میکنیم به خیر برای جمعی بعد اگر نماندیم و حیاتی باقی بود نکات کلی آیت مبارک چی هستم؟ نکات کلیدی چند نکته است اول اطاعت خدا و رسول سبب رحمت میشه ده شب اول رمضان ماه رحمت است و برای هر کس نی کسی که اطاعت خدا و رسول بکنن و قرآن بخونن قرآن بشنون لعلکم ترحمون دوم مسئله اسباب مغفرت گناه ده شب وسطی رمضان این باید غلیمت بدانیم مغفرت است خو اسباب مغفرت باید ما بشناسیم انجام بدیم که سبب مغفرت گناه های ما شه کوی عبارت از چی است ایمان به خدا اعمال صالحه وضو ساختن قدم زدن به طرف مسجد در مسجد رفتن انتظار نماز نماز پنجگانه خواندن روزه گرفتن تراویح قیام شب قدر صدقه دادن حج کردن عمره رفتن نماز جمعه جهاد توبه و استغفار بالاخره به حساب توبه نسوها اینی اسباب مغفرت است که یک مسلمان باید انجام بده و خدا گناهش مغفرت کنه سبب دخول بهشت و دیگر مسئله صفات متقین مسلمان های واقعی کسایی هستند که انفاق فی سبیل الله میکنن مسئله غضب خدا کنترل میکنه بهترین پهلوان پیغمبر اسلام یک کسی است که غضب خدا کنترل میکنه و عفو گذشت داشته باشه محسن نیکوکار باشه و بازم دادم آخر موضوع میگن اگر یک مسلمان از او اشتباه و سهو رخ داد ناامید نشه پیش از اینکه دروازه توبه بسته شه و در لابراتوار قبل تجزیه شه دروازه توبه باز است توبه بکنه خدا همه گناهایش میبخشه و همو شرایط قبول توبه را در نظر بگیره قربان شما جناب استاد یک نکته را گفتین که اطاعت از خدا و پیامبر انسان به سرمنزل مقصود میرسانه ما در برنامه شهر رمضان روزای پیش یکی از استادا را دعوت کرده بودم اونا گفتن که اگر ترک سنت ترک میکنی اطاعت و عذابی نیست و اگر انجام دادی ثواب
ترکش گناهی نیست. ما در اون برنامه دوستا شاهد هستن که خدا به اصطلاح یامیانیش بگویم بند کردم، گفتم نخیر چنین نیست و چون اونا دلایل خود یا داشتن یا نداشتن، اما به حال تمرکز روی یک نکته کردن که عدم توجه به دستورات پیامبر صلی الله علیه و سلم مخصوصا در احکام سنت گناهی را انسان مرتکب نمیشه. سنت به حساب یک سنت مؤکد دیگه سنت غیر مؤکد. در سنت مؤکد ببینید سنت مکمل واجب است. امروز سنت نخوندی فردا واجب ترک میکنی، باز پس فرداش فرض است. شیطان خو خیلی دشمن انسان است، مکار است، اول عقیده انسان خراب میکنه. اگر زورش نرسید باز ترک فرایض، ترک واجبات، ترک مستحب، ترک سنت و ترک مستحبات. درون علما میگن که وقتی که سنت مؤکد انسان ترک بکنه سبب ملامتی عتاب میشه. اما سنت هایی که در پنج وقت نماز است و تراویح است سنت مؤکد است، باید خوانده شود و این سبب ملامتی و عتاب است. و حتی اگر شکل دوامدار باشه، خب به حساب امروز سنت نخوانیم فردا واجب ترک میشه و این نفس هم تعادت میکنن بنان علما میگن نفس قائل تنبل میشه. بله بله بله، سبب ملامتی و عتاب است و به شکل دوامدار باشه عمل فسق است. سلامت خیر ببینیم که دل ما را یخ کردین سرش به خدا، بسیار دل ما پرو بود در اون برنامه. دوستا شاید هستن، خب با چه شرایطی جناب استاد توبه پذیرفته میشه و قبول میشه؟ ببینین اول خو معنای لغوی اصطلاحی توبه را بفهمین، باز ارکان و شرایط توبه به معنای بازگشت. بازگشت و بازگشت چی؟ از آنچه که خدا او را از چیزایی که شریعت نهی کرده با ترر از او عمل انچ اجتناب میکنین، با چیزهایی که شریعت امر کرده، یعنی از نواهی اجتناب بکنین و اعمال صالحه را انجام بدین، از حیا و شرم از خدا و از ترس عذابش یک کار خلاف شریعت باید نکنیم، اعمال صالحه بکنیم، به او طرف ایره توبه. نادم پیشمان باشیم. و در رابطه به ارکان و شرایط توبه فقها ذکر میکنن، یکی بحث حقوق الله است، یکی بحث حقوق العبد. در حقوق الله سه شرط اساسی است. یک گناه را قبلا کردی باید او را ترک کنی. دوم نادم پشیمان باشی. سوم در آینده تصمیم بگیری که او را من قطعا نمیکنم. مثلا قبلا نماز نمیخوانی، حال به حساب امو ترک نماز قطع کو، باید نماز بخونی. نادم پشیمان هم باشین، در آینده هم تصمیم باشه که پنج وقت نماز در جماعت میخوانم، در رکعت نماز بخوان، توبیت قبول میشه. اما در حقوق العباد اینمی سه شرط هم ضرور است. یک شرط دیگه، مال یک انسان گرفتین، غصب کردین، دوزی کردین، اما مالش هم برش بسپارین، توبه بکشین، توبیتان قبول میشه. و توبو الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. یعنی توبه با حقوق الله، قلب فرقش درمی هست. فرق در حقوق العبد به حساب، اما مال هم دوباره برش میتین. و اگر غیبت و این گونه مسائل شده باشه، در مسئله غیبت هم باید بخشش گرفته شده بشه. بخشش گرفته شه. ولا یغتب بعضکم بعضا. اگه او فردی که مثلا مالش گرفته شده فعلا حضور فیزیکی نداره، نه خودش نه قومش نه خیش، اگر نبود ورسیش اگر ورسیش نبود، چون ما به این گونه سوال برخوردیم، بر مسئله صدقه بکنن ثوابشه به اونها ایصال. سلامت باشین. فردی که توبه میکنه و دوباره رجوع میکنه به خداوند، این چه جایگاهی داره و از چه فضیلت هایی برخوردار میشه؟ علما محدثین کرام در روشنی آیات قرآن و حدیث فضایلش زیاد ذکر کردن، فضایل توبه را و توبه کنندگان. اول خدا توبه کنندگان را دوست دارن، ان الله يحب التوابین و يحب المتطهرین. دوم تبدیل کارهای زشت به حسنات، فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات الا من تاب و آمن و عمل صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، اما گناهایش به حسنات تبدیل میکنه. سوم مشمول رحمت و مغفرت خدا، والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها و آمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم، رحمت خدا شامل حالشان میشه، سبب پذیرش اعمال انسان میشه. و هو الذی یقبل التوبه عن عباده و یعفو عن السیئات. و از چهارم سبب نزول برکات میشه، و یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا. بنابراین فضایل زیاد داره، انسان خدا او را دوست داشته می باشه، گناهایش به حسنات تبدیل میشه. دعای ملائکه، الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون بحمده و یؤمنون به و یستغفرون للذین آمنوا، ملائک در حق توبه کنندگان دعا میکنن. بنابراین فضایل زیاد است. این ماه توبه است، در روز وسطی ماه رمضان روزها و شبهای توبه است، دروازه توبه باز است. هر انسانی که هر چقدر گناه کرده باشه، اما داستان بنی اسرائیل که 99 نفرش قتل کرده بود، صدومش هم قتل کرد، بازم توبه نسوها کشید، خدا رحمت سرش کرد، داخل بهشت شد و خداوند کریم به توبه بندی خود خیلی خوشحال میشه.
سلام، تشکر. در یک دقیقه پاسخ همی سوالی رک مطرح میکنم. جناب استاد شما نیاز هست دا در یک دقیقه فرصت در یک دقیقه جواب شبش نیم و بعدش یک سوالی که از هرات باستان رسیده در مسنجر او را هم مطرح میکنم. یک شخص هست گناه میکنه، خطا میکنه و مداومت به گناه کردن داره، اما رجوع نمیکنه، توبه نمیکنه. چه علت هست؟ چرا یعنی چه باعث میشه که این شخص از توبه دوری کنه؟ علما میگن موانع توبه چند نکته است. سبک شمردن گناه، گناه بی ارزش است، ایمان ضعیف است، نمیفهمه که یعنی گناه کدام است. دوم، امید زیاد. برو حال جوانی است، پیری 60 سال 70 سال عمر داری و ناامیدی از رحمت خدا، جهل نادانی از احکام شریعت و امید بستن به عفو خدا. خدا غفور و رحیم است، خبر نداره که جبار و قهار است. فمن یعمل مثقال ذره شر یره. این اعمالی است که به حساب عواملی است که سبب مانع توبه، و انسان باید به حساب همیشه به خوف خدا از خدا هم ترس داشته باشه، هم امید و هم محمد. کی تقاضای ایمان است از یک مسلمان. قربان شما. سوالی که از بیرون از بحث است، جناب ساتی، یک دختر خانم نمیدونه که چه تعداد روزه از روزه قرضدار هست، یعنی چند سال در ممکن در عادت ماهوارش روزه را خورده، اما روزها از پیشش گم است، نمیدونه چی باید کرد. اول مسئولیت والدین است، قو انفسکم و اهلیکم نارا، خود و اهل عیالتان از آتش دوزخ نجات بدین. وظیفه مادر است که دخترای جوان میشه احکام شریعت مسئله حیض و نفاس و احکام فرایض در گوش زد کنه بفهمنش، و اما مسئله پدر است که بچهای خدا بیسن اونا را بفهمن. در صورتی که اشتباه شده از پدر و مادر، می خود دختر فعلا عادت ماهوار موجودی خود مدار اعتبار قرار بدن. فعلا 16 17 ساله یا 20 ساله است، چند سالی که روزه را خوردن، هم عادت ماهوار خود مدار اعتبار قرار بدن. در هر ماه مثلا 5 روزه خورده، بله، از 13 14 چند سال به حساب چی هستن، همون روزه را قضایی بدن. سلامت و ایره میشه به شکل وقفدار هم میگن. سلامت، تشکر جناب استاد از حضور شما، خداوند شما را خیر نصیب بگردان، استفاده کردیم، تشکر، سلامت باشین. یک سوال دیگه استاد هم فرصت هست از اتاق فرمان برام پیام دادن. چه چیز باعث میشه تا گناه بخشیده شود جناب استاد؟ اسباب مغفرت قبلا گفتیم، وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر عظیم. مسلمان ها باید بدانند که ماه توبه است، اعمال را انجام بدن که سبب مغفرت گناه است. اول ایمان شریع، انجام دادن اعمال صالح. ایمان شریع چی؟ ایمان شریع چی؟ آمنت بالله را میخوانین به می صحیح عقیده، آمنت بالله و توحید ربوبیت و الوهیت اسماء و صفات خدا، پنج وقت نماز خواندن، وضو کردن، به طرف مسجد رفتن، در محافل تفسیر قرآن و حدیث اشتراک کردن، روزه گرفتن، تراویح کردن، قیام شب قدر، افطاری دادن، سحری دادن، صدقات، اینا کلش جهاد، توبه، استغفار. و استغفار یک وسیله چی است که عذاب خدا را دفع میکنه. آیت قرآن سپاری 9 سوره اعراف، و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. دو چیز دفع بلاها را میکنه، وجود مبارک پیغمبر اسلام وقتی، و دوم وقتی که آل پیغمبر حیات وجود نداره رحلت کرده. آل فعلا اگر امت اسلامی میخواه که دفع بلاها را توسط توبه و استغفار. قربان شما، سلامت باشین جناب استاد، استفاده ها کردیم، خداوند شما را خیر نصیب بگردانه. به پایان برنامه امروزی خود رسیدیم. صفحه فیسبوک ما را فراموش نکنین، اسلام فاصله و فاصله قرآن. ساعت 5 با تقدیم برنامه 8 و ساعت 6:30 با تقدیم برنامه شهر رمضان بگونی زنده در خدمت شما هستم. تمنا می برم با ما باشید. الان نگهدار.